به نام خداوند جان و خرد، سلام و عرض ادب دارم خدمت همه هموطنان گرامی، فارسی زبانان محترم در سرتاسر این کره خاکی. با یک ویژه برنامه دیگری در خدمت شما هستیم در رابطه با آخرین تحولات منطقه و همچنین حملات موشکی ایران به اسرائیل که در شب گذشته اتفاق افتاد، و در این رابطه صحبت خواهیم کرد. در رابطه با ابعاد گسترده این حمله صحبت خواهیم کرد، در رابطه با جزئیاتش هم صحبت خواهیم کرد و بررسی خواهیم کرد. خب در این ویژه برنامه مهمان گرامی داریم، جناب پروفسور هوشنگ امیر احمدی امروز با ما هستند. من آقای امیر احمدی خیلی خوشحالم که دوباره شما رو بعد از مدت‌ها در برنامه داریم. خیلی از دوستان و این نکته رو خواستم عرض کنم، از همراهان کانال ما در این مدت برای ما پیام میذاشتن که چرا از آقای امیر احمدی، از دکتر امیر احمدی دعوت نمی‌کنید. من خواستم این نکته رو عرض کنم خدمتتون که جناب دکتر امیر احمدی بیمار بودن، متاسفانه در این مدت نمیتونستن حضور پیدا کنن در برنامه، و از این جهت ما ناراحت بودیم، ولی از این بابت هم خوشحالیم که ایشون بهبودی خودشون رو به دست آوردن و امروز خوشبختانه برگشتن. و من درود میفرستم به شما و سلام دارم. خیلی متشکرم وحید عزیز، همونجوری که گفتی داره من بیمار بودم، متاسفانه بیمارستان بودم، حالا چند روزی برگشتم، ولی دوره نقاهت رو داره میگذرونم. ولی خب مسائل ایران و اتفاقاتی که داره میفته جایی برای استراحت نمیذاره. با وجود اینکه باید در حال استراحت باشم، تصمیم گرفتم در خدمت شما و دوستای دیگه در این روزهای بسیار به اصطلاح مهم و خطیر برای ایران عزیزمون باشم و با مردم خوبمون حرف بزنم. هستم خدمتتون. زنده باشیم. متشکرم از لطفی که به بنده داشتید و دارید. همیشه این لطف شما شامل حال بنده شده و با این شرایط دعوت بنده رو پذیرفتید و در برنامه حضور پیدا کردید. جناب دکتر امیر احمدی، ما دیروز حملات موشکی داشتیم، حملاتی که حالا به قول سخنگوی کاخ سفید این حملات غافلگیر کننده بودش و مانند حملات 13 آوریل یا همون عملیات وعده صادقه یک، اگر بخوایم الان دیگه صحبت کنیم دربارش، از قبل هماهنگ شده نبود و اطلاع هم نداده بودن. لذا حالا به اعتراف خود ارتش اسرائیل و مقامات اسرائیل، یا بالغ بر یا بیش از 70 یا 80 موشک‌های ایران به حالا اهداف خودش اصابت کرده و خساراتی به جای گذاشته. میخواستم ارزیابی ابتدایی شما رو از این حمله بشنوم که چه اتفاقی افتاد و نظر شما چیه؟ بله، خیلی متشکرم. اول اجازه بدید به سپاه کشور تبریک بگم برای شجاعتی که داره به خرج میده و کارهای مهمی که داره میکنه. مهمترین بخش این موشک بازی ها یا باران ها این واقعیت که این موشک ها ساخت ایران و فرزندان ایرانه، از کسی خریداری نشده. بنابراین این مهمترین جریانیه که مردم ایران باید به خاطر داشته باشن. این موشک ها ایرانیه، به دست ایرانی ها ساخته شده و حالا چه اثری داره و چه کار کرده اونو بحثو میکنیم. من از همین جاست نیروهای نظامی کشور برای تلاششون جهت ایجاد قدرت تشکر میکنم، تشویقشون میکنم و تشویقشون مخصوصا میکنم که هرچی بیشتر با شجاعت برن جلو. عرض کنم حضورتون که متاسفانه درون ما ایرانی ها دو دسته هستن، شاید هم بیشتر. یه عده خوب طبق معمول خود فروختن، طرفدار اسرائیلن، طرفدار خارجیان
و مخالفتشون با جمهوری اسلامی رو به مخالفت با ایران، نیروهای نظامیش و امنیت کشور تبدیل کردن. من این گروه رو که نه فقط قبول ندارم، این گروه رو خائن میدونم و باید هیچ کس گوش به این شارلاتان‌های وطن فروش نده. نیروی دومی هم هست که طرفدار جمهوری اسلامیه که متاسفانه اونها هم واقعیت ها رو نمیگن، عمدتاً رجزخوانی میکنن و به استناد یک کلاغ چل کلاغ میکنن و اون چرا که واقعیت هست رو به مردم نمیگن و داستانهایی از خودشون در میارن. اینا هم آدمای خطرناکیان، برای اینکه باید در موارد نظیر این دعوا هیچ وقت واقعیت رو مخدوش نکرد. درسته که همه کشورها به اصطلاح سر صدا میکنن، تبلیغ میکنن برای خودشون و از این حرفا، ولی اون هم یه حدی داره. درست داستان وزیر تبلیغات آقای صدام حسین نشه که امریکا داشت بغداد رو بمباران میکرد، به ایشون میگفت ما تو دهن امریکا زدیم. بخوام بگم که هر چیزی یه حدی داره. اینم نکته دو. دیگری که میخواستم عرض کنم، نکته سومی رو که میخواستم عرض کنم در این رابطه اینه که به هر حال ایران یک کشور بزرگیه، کشوریه من نمیدونم حداقل 50 برابر نه بیشتر اگه حداقلشونه، از نظر وسعت حداقل بزرگتر از اسرائیل، جمعیتش 10 برابر اسرائیل، منابعش خیلی بود وسیع‌تره. این کشوریه که به هر حال یه قدرتی داره، یه عزتی داره، یه تاریخی داره. این تاریخ اونجا هست، این قدرت و عظمت اونجا هست. خب خیلی طبیعیه که ایران بتونه اسرائیل رو تنبیه کنه و سر جاش بنشونه. یعنی اگر ایران بخواد صدمه به اسرائیل بزنه، کسی نباید تعجب کنه، برای اینکه ایران حداقل دیگه عرض کرده هم انظر جمعیت هم 10 برابره، انظر جغرافیا 50 برابره. خب این چیز عجیب و غریبی نیست که اگه ایران بخواد به اسرائیل صدمه بزنه. عجیب اینه که اسرائیل بتونه به ایران صدمه بزنه و حریف بشه. خب این واقعیت اما وجود داره که در این چندین ماه گذشته که از 7 اکتبر تا الان، صدماتی که اسرائیل به ایران زده اصلا قابل مقایسه با صدماتی یا جوابهایی که جمهوری اسلامی به اسرائیل داده اصلا قابل مقایسه نیست. اسرائیل در تمام این مدت دست بالا رو داشته، اسرائیل در تمام این مدت بیشتر کشته، آدمای خیلی بزرگ هم داخل ایران هم خارج ایران، هم تو نیابتی ها هم تو نیروهای نظامی. این بسیار نگران کننده است که کشور کوچکی مثل اسرائیل بتونه بیش از اونچه که در قدرت جغرافیایی و جمعیتیش باشه به ایران صدمه بزنه. و اما خب جمهوری اسلامی هم دوبار جواب داده و در هر دوبار با کمال تأسف هماهنگی هایی شد و اون نتیجه ای رو که باید از این حملات گرفته می شد نشده. شما در صحبت هایی که از نیروهای نظامی کشور می شنفید می بینید که بس سر اینه که ما اینجا و اونجا رو دارم نقل قول می کنم کوت این کوت هدف قرار دادیم. هرگز به شما نمیگن، یه عکس به شما نشون نمیدن، یه فیلم به شما نشون نمیدن که این هدف چه اتفاقی براش افتاد. بندم ادعا میکنم که رفتم مثلا چی میدونم
دفتر مرکزی موساد رو هدف قرار دادم. سوال، این هدف زده شد؟ چه اتفاقی افتاد؟ کلمه هدف، هدف، هدف. بهتره که نیروهای نظامی کشور شفافتر، صادقانه تر با مردم ایران حرف بزنن و بگن کدوم هدف رو در چه سطحی نابود کردن. چند تا مثلا بزرگ جنرال امریکایی اسرائیلی کشته شده، مردم عادی یا چی میدونم این پایگاه های نظامی. خب اینا رو هم با دقت بگن. متاسفانه نمیگن. دلیل هم که نمیگن برای اینکه دنیای امروز دنیای ماهواره و دیجیتاله، یعنی تو نمیتونی ادعاهای بی خود بکنی. دارن شما از 10,000 کیلومتری از آسمان یه نقطه رو میتونی ببینی. و بنابراین الان امریکا مثلا دقیق داره میگه که موشکباران دوم جمهوری اسلامی با شکست مواجه شد، باز failed, defeated. بخش عظیمی از این موشک ها رو پدافند های دفاعی و نمیدونم سیستم های دفاعی اسرائیل زد. حالا خب این خیلی طبیعیه که 20 تا موشک تو بفرستی، 10 تا 20 تا ازش از این دفاع بیاد بیرون به یه جایی بخوره. خب این که دیگه جیغ و داد نداره. البته جناب دکتر امیر احمدی، خود اسرائیل اعتراف کرد، یعنی ارتش اسرائیل اعتراف کرده که این تقریبا بالای 70 تا یا شاید بیشتر از این موشک ها اصابت کرده به اهدافی که همون اهدافی که در بیانیه نیروهای مسلح ایران وجود داره. ببین، یعنی پایگاه هوایی نوآتین، مقر موساد و دو پایگاه دیگه که اینها مورد هدف قرار دادن، موشک ها به هدف خودش خورده. این که حالا مثلا در پایگاه نوآتین 30 فروند F-15 وجود داشته، 50 تا F-35، آیا اون هواپیما ها خسارت بهشون خورده یا آسیبی دیدن، این هنوز نه تایید میشه نه رد میشه. ولی این که حالا آمریکایی ها گفتن موافقیت آمیز نبوده، حالا من ارجاع میدم اینو به اعتراف خود ارتش اسرائیل که گفتن این موشک ها مورد، یعنی درست به هدف خودش خورده. بله، هر کارم که اسرائیل این حرف رو میزنه که حمله متقابل بعدی خودش رو به جمهوری اسلامی مشروع کنه. یعنی اسرائیل داره به دروغ میگه که این موشک ها به اینجا و اونجا خوردن که بعد بیاد به ایران حمله کنه. به این حمله رو هم حتماً خواهد کرد، همین روزا 100% خواهد کرد که این حمله رو مشروع کنه. ببین تو دعوا همیشه بین خطوط رو بخون، بین خطوط رو بخون. بنابراین من یه علت دیگه هم داره. حالا این شما گفتیم ممکنه آمریکایی‌ها بگن این عملیات موفقیت آمیز نبوده، برای اینکه بخوان حالا همانند اون سری قبل، چون آمریکایی‌ها فشار آوردن به اسرائیل که پاسخ ایرانو نده در اون عملیات 13 آوریل، یا حالا کوچک بده که این جنگ گسترده نشه. خب میدونیم حالا گستردگی جنگ در منطقه حالا هم پای آمریکا رو میکشه وسط و میتونه تبعات جدی برای آمریکا داشته باشه، هم از نظر اقتصادی، از نظر قیمت انرژی و خیلی از مسائل دیگه اتفاقاتی میفته و خواهد افتاد که به نفع آمریکا نخواهد بود. استراتژی آمریکا از 7 اکتبر این بود که جمهوری اسلامی رو سر جاش نگه داره، اسرائیل رو با اول با حماس، بعد با حزب الله و بقیه نیروها تنها بذاره که اسرائیل بتونه اینا رو نابود کنه. این که امریکا نگران گسترش این جنگ دروغه، این شارلاتان بازیه. متاسفانه جمهوری اسلامی تو تله این شارلاتان بازیه امریکا قرار گرفت. آدمی مثل ظریف میره پشت صحنه با امریکایی‌ها میگه بله شما این چی میدونم آتش بس با حماس رو درست کنید، ما صبر میکنیم و شما این کار رو بکنید. بعد معلوم میشه آقای ظریف
دروغ گفته و سرش کلا رفته و علیه نظر آقای خامنه‌ای گفته، این حرف را آقای پزشکیان زده، امی الان آقای ظریف یه خائن تمام عیار به مردم ایرانه. برای اینکه اومد بازم خودش هم گفت که امریکا سرش کلا دوباره گذاشته و بعدش هم آقای پزشکیان هم همین حرف زد و بعدم معلوم شد که اون چرا که آقای ظریف پشت صحنه با امریکایی‌ها داشت انجام میداد حتی نظر آقای خامنه‌ای هم نبود. بنابراین ببینید ما اجازه بدید ما ذره مشخص‌تر در این مورد صحبت کنیم. دقیقا همون کلاهی که برجام سرمون گذاشتن در این مورد هم بله این دفعه بدتر. برای اینکه تو برجام تو به هر حال مسئله هسته‌ای رو دادی، اینجا جان 50-60 هزار آدم رو خطه. امنیت ملی و سرزمینی ایران مستقیما روی خطه. بنابراین اصلا باور کن این خیانت حتی یک دهمش قابل مقایسه با اون چی که در برجام اتفاق افتاد نیست. و اما برگردم به نکته‌ای که داشتم میگفتم، شما گوش به امریکا ندید. امریکا نگران گسترش نیست، اون فقط میخواد اسرائیل رو با اون نیروها تنها بذاره و جمهوری اسلامی رو فشل کنه، اون کنار بمونه کاری نکنه. و که این کارو کرد که دست خوش به امریکا، این کارو تا اونجا کرد که تمام تقریبا 90% رهبران جنبش حماس و شاید 50% رهبران بالای اون چی که بالای حزب الله رو هم اکنون اسرائیل از بین برده. این اون نقشه‌ای بود که امریکا پیش برد، اسرائیل رو با اینا تنها گذاشت، سر ایران کلا گذاشت، بهش گفت بشین، نمیخوام گسترش پیدا کنه. چه گسترشی؟ گسترش به کجا؟ آقای وحید عزیز گسترش به کجا؟ به حماس و غزه و فلسطین، به لبنان، به حوتی ها، به کجا؟ به ایران که مرتب جمهور اسرائیل داره اینا رو میکشه، سردارای سپاهشو. مگه شما هم اکنون نمیبینید که این گسترش پیدا کرده، که این یک جنگه؟ من نمیفهمم اینایی که میگن ما نمیخوایم این جنگ گسترش پیدا بکنه معناشون چیه؟ حتما منظورشون اینه که گسترش به دنیای عرب، یعنی به این کاخهای عرب، یعنی جمهوری اسلامی داره از کاخهای عرب حفاظت میکنه، نه از حزب الله و حماس. معنی نداره این حرف. گسترش یعنی چی؟ و اما برگردم یه نکته دیگه ای بهتون بگم. ببینید عزیزان من، شما الان یک مشکل اساسی دارید، حکومت اسلامی. شما اعلامیه وزیر دفاع رو بخونید، بعد اونو مقایسه کنید با اطلاعیه آقای باقری و بعد با سپاه. ببینید این ستا با هم دارن ستا حرف مختلف میزنن. و بعد برو سایت آقای خامنه ای رو بخون. در سایت آقای خامنه ای اون بالا نوشته بود خونخواهی از برای اسماعیل هانیه. بعد از این حمله اخیر اون جمله رو پاک کردن، نوشتن به سوی راه نصرالله، یعنی ما آتش بس دادیم، ما دیگه خونخواهی نخواهیم کرد، کارمون رو انجام دادیم، الان دیگه میریم توی مسیر دیگه. وزارت دفاع میگه ما پلان رو بهمان کردیم. اما نکته مهمی که در اطلاعیش هست اینه که میگه اگر اسرائیل به ما حمله کنه ما ممکنه جواب بدیم. کلمه ممکنه جواب بدیم و میگه بخونید. بعد آقای باقری و نیروهای دیگه درست عکسش میگه اگه اسرائیل حمله کنه ما فلان رو بهمان میکنیم.
تمام زیرساخت‌های اسرائیل رو نابود میکنه. بله، ما اصلا نمیفهمم در ایران، در برای ارتش ایران، برای رهبری ایران کی داره حرف میزنه. این سردرگمی در نیروهای نظامی ایران شدیداً خطرناکه. تو وزارت دفاع داری، بعد ارتش آقای موسوی، سرلشکر موسوی یا سرتیپ موسوی، موسوی که رئیس ارتش ایرانه، اونم یک اعلامیه داده که ما نابود میکنیم، داغون میکنیم. خب ایشون زیر نظر وزارت دفاعه، کدوم یکی داره درست میگه؟ بالاخره داستان چیه؟ حالا اینا رو من میگم برای اینکه یه ذره با دقت به این جریان پی ببریم. آقای وحید عزیز، بذار من یک چیز تاریخی بهتون بگم. من چندی پیش یک جمله‌ای رو گفتم که گفتم جمهوری اسلامی وارد مرحله شاه سلطان حسینی خودش شده. من گفتم نادر شاه هم آرزوست. متاسفانه شما الان میبینید با این موشک بارونا و این جریان ها داستان شاه سلطان حسینیه. بذارید یادآوری کنم به شما که شاه سلطان حسین نزدیک به 100,000 نیروی نظامی داشت و ارتشش حداقل 50 برابر قوی تر از محمود افغان بود. بنابراین شاه سلطان حسین مشکل نیرو و قدرت نداشت. علت این که محمود افغان به همون سادگی وارد دروازه اصفهان شد و تاج این آقای شاه سلطان حسین رو زد با لگد انداخت دور، فقط به فقط در نبود شجاعت بود، در نبود شهامت بود. یعنی شاه سلطان حسین مشکل شجاعت و شهامت بود، نه نیروهای نظامی. مشکل اینه. الانم ما در همچون مرحله هستیم. ایران عرض کردم یک کشور بزرگیه، اصلا قرار نیست اسرائیل حریفش باشه، اما متاسفانه در ایران اون شجاعت و شهامت وجود نداره. و حتی وقتی هم که تصمیم میگیرن جواب بدن، قبلا هماهنگ میکنن. ضمناً این حرف که امریکا گفته یا کی گفته این غافل گیر کننده بود، این بازم از همون کلک ها به پدر سوخت بازی هاست. از 24 ساعت قبل من تو تلویزیون امریکا میشنیدم که میگفتن ایران بین 10 تا 12 15 ساعت دیگه حمله میکنه. خیلی هم تناقض داره. حالا یه طرف مثلا سخنگوی کاخ سفید میاد میگه ما غافلگیر شدیم، از سوی دیگه مثلا مقام پنتاگون میاد میگه ما کمک کردیم توی رهگیری موشک ها، مثلا انگلیسی ها فرانسوی ها میگه ما کمک کردیم توی رهگیری موشک ها. ببین آقای وحید جان، این نوع تناقض گویی ها جزء سیاسته، جزء داکترن برنامه شونه. یعنی امریکا از قبل به دنیا میگه که ایران در 15 ساعت دیگه حمله میکنه، دقیق ساعت حمله رو میگه. بابا تلویزیون امریکاست، من اینجا نشستم دارم میشنفم. بعد میاد میگه غافل گیر کننده بود. ببین این تناقض نیست، این سیاسته. میخواد بگه که مثلا ایران با ما هماهنگ نکرد که آبروی جمهوری اسلامی رو حفظ کنه و بتونه از اون استفاده کنه برای برنامه‌های بعدی. دولت بایدن، خانم هریس با تمام قدرت و قوتش با جمهوری اسلامی میخوان یک جوری کنار بیان در این یک ماه آینده تا این انتخابات بره تموم بشه. بعد از اینکه انتخابات تموم شد، اون وقت روی حقیقی اینا رو میشنفی، میبینی. بنابراین واقعیت اینه که این هماهنگی وجود داشت. اصلا چگونه است که جمهوری اسلامی میخواد موشک بفرسته؟ از 24 ساعت قبلش امریکا میدونه، به دنیا میگه. ببین یک واقعیته، حتی ساعتشو گفتن. برحال میخوام بگم که نخیرین
هماهنگ بود متاسفانه به این جوابهایی رو که جمهوری اسلامی میده، این جوابها متاسفانه نشان از اون وضعیت شاه سلطان حسینی داره. چه باید کرد جناب دکتر؟ اجازه بدید. جمهوری اسلامی همه امکانات لازم رو داره ولی شجاعتش رو نداره. یعنی موشک داره ولی اینکه این موشک رو ازش چجوری استفاده کنه اون شهامت رو نداره. میره از موشک باران اول تا دوم 600 تا موشک جمهوری اسلامی خرج کرده. هر کدوم از این موشک ها به طور نسبی چیزی حدود 200 میلیون دلار برای ایران هزینه داشته. 600 تا 200 میلیون 1,200,000,000 دلاره. یعنی شما 1,200,000,000 دلار هزینه کردی، از بین بردی، موشکم از بین رفته، نتیجه من نمیدونم چیه. چند تا سرباز یا جنرال اسرائیلی مرده، چند تا پایگاه اسرائیلی خراب شده، هیچ بیلانی از این که چی به دست آوردن وجود نداره. فقط ادعاست. الانم حالا میبینیم یواش یواش معلوم میشه که چه اتفاق افتاده. اینم بگم، این حرفو که من دارم میزنم برای این میگم، میخوام بگم سپاه کار خودشو داره میکنه، ارتش کار خودشو داره میکنه. متاسفانه نیروی بالاتر از سپاه و ارتش شجاعت و شهامت کافی نداره، دست و بال اینا رو بسته. به قول آقای حاجی زاده میگه ما میتونیم ولی نمیذارن. حاجی زاده گفت و الان وقتشه که این نیروهای نظامی بشینن ببینن بالاخره برای جلو میخوان چه کار کنن. اسرائیل حتما میزنه ایرانو. خب حرف وزارت دفاع درسته یا حرف آقای باقری یا موسوی؟ من نمیدونم. آقای سرلشکر باقری اشاره کردید، یک ادعایی که ایشون مطرح کردن در اون پیام تصویری که بعد از عملیات منتشر کردن و خیلی جالب بود. اون مسئله ای بود که در این مدت ساعتها و روزها و شبها درباره ای صحبت شد، یعنی از زمان ترور اسماعیل هنیه در تهران که قرار بود پاسخی داده بشه به اسرائیل تا همین پریشب که حالا قبل از حمله ایران، ساعتها و روزها ما در همین برنامه هم درباره صحبت کردیم. سرلشکر باقری اومدن گفتن که از زمان ترور هنیه آمریکایی‌ها مکرر درخواست کردن، آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها، مبنی بر این که شما نزنید اسرائیلو و ما تلاش میکنیم اونجا در غزه آتش بس اتفاق بیفته. این چیزی بود که سرلشکر باقری بله ببینیم این چیزی که سرلشکر باقری داره میگه این همون چیزی که گفتم آقای ظریف پشت سرش بود. این همونه. ظریف رفته با امریکایی ها، ظریف با امریکایی ها بود، اروپایی ها نشسته پشت صحنه، پشت ارتش کشور، پشت نیروهای نظامی کشور، پشت سر آقای خامنه ای با اینا معامله کرده. معامله دروغ. امریکایی ها و اروپایی ها سر اینا کلاه گذاشتن، به اینا گفتن شما خونخواهی نکنید، برای هنیه بمونید، ما آتش بس میکنیم. بعد معلوم شد این دروغ بوده. اصل برنامه امریکایی بود که اینا را سر جاشون نگه داره که اسرائیل بره حزب الله رو هم بزنه، نصر الله رو هم بکشه، رهبرای حزب الله رو هم بکشه. الان من میخوام ببینم در ایران کی زنده است که آقای ظریف رو بگه مردی که تو خیانت کردی به این کشور. آقای پزشکیان هم همینو گفته. کی مسئوله؟ مگه این حکومت نگفت بعد از مرگ هنیه نمیدونم صادق دو میشه، فلان و بهمان میشه؟ چرا این حکومت اینقدر صبر کرد تا نصرالله هم کشته بشه؟ دشمن قاتل نصرالله آقای ظریفه. شما چرا دست کم میگیرید این جریان رو؟ امریکا داره کار خودشو میکنه.
امریکا یک کشوری برنامه خودشو داره. اینایی که تو ایران نشستن اینا کیان؟ آقای پزشکیان خیلی ساده میاد میگه سر ما کلا گذاشتن. آخه مرد حسابی، تو رئیس جمهوری یک کشور 90 میلیونی هستی، اگه به این سادگی در مورد این قضیه به این بزرگی سرت کلا میذارن، استعفا بده برو دنبال کارت. تو لیاقت نداری رئیس جمهور باشی. برای اینکه به این سادگی معاون راه بردیت سرت کلا میذاره. بخواه اینکه نمیشه که بابا، یکی باید پاسخگو باشه، یکی باید جواب بده. باید به این مردم، به این 90 میلیون خونشون تو شیشه هست، باید به این مردم جواب بدن. انگار نه انگار هر کسی از راه میرسه یه چیزی میگه میره. اینجوری نیست وحید جان. ما تو ایران دچار یه دردسر اساسی هستیم. امنیت کشور، معیشت کشور، تمامیت ارضی کشور روی خطه. از اون عرض کنم که چی میگن، از غربش تا شرقش تا جنوبش همه جا. نه اینجوری نیست. نکته ای که من دارم اینه که ما باید یه ذره دقیق تر، شجاعانه تر در این مورد حرف بزنیم. اکثر ما سنبل میکنیم، میپوشونیم همینجور. بله امریکا گفت، شما صبر کنید. امریکا به کی گفت؟ کی داشت با امریکا مذاکره میکرد؟ چرا این آدم گول خورد؟ چرا باید ایران گول بخوره اصلا؟ چند دفعه باید گول بخوره؟ چند دفعه باید ایران از همون سوراخ گزیده بشه تا آدم بشه؟ یعنی دقیقا از زمان هاشمی رفسنجانی ما داریم گول میخوریم از آمریکا. خب آخه ببینی، آخه ما داریم گول میخوریم، 90 میلیون آدم زندگیشون رو خطه. خب این نیست که فقط بگیم گول میخوریم و مسئله حله. اونی که گول میخوره باید ببینیم کیه، کیه هستش که به نظر من طرف فقط گول نخورده، نقشه داشته این باشه. گول نخورده، اصلا گول خوردن نیست. ما تو روابط بین الملل گول خوردن نداریم. اصلا یعنی چی گول خوردم؟ اصلا یعنی چی؟ تو اومدی هنیه رو اومدن کشته، بعد گفتی خونخواهی میکنم، نمی کنی. میگی امریکا گفته دست نگه دار که من میخوام آتش بس بکنم بین اسرائیل و حماس. بعد معلوم میشه که نخیر، برنامه این بوده که اینا برن نصرالله رو هم بکشن، اون هم کشتن و بقیه رو. حالا آقای عزیز یکی باید جوابگو باشه. کیه؟ انگار نه انگار همه پشت گوش در میدازن. در واقع اگر به وقتش این خونخواهی اتفاق میفتاد، شاید یک هفته دو هفته بعدش اتفاق میفتاد، شاید الان نصرالله یا خیلی از فرماندهان همشون زنده بودن، یا حتی سردار نیلفروشان، اینها الان زنده بودن. همشون زنده بودن. امریکا اومد یک ماشاءالله یه برنامه دقیق چید، به جمهوری اسلامی گفت بشین سر جات، وارد نشو، مهم نیست هنیه، من دارم مذاکره آتش بس میکنم. وحید جان این بحث صلح و آتش بس بین اسرائیل و فلسطینی ها 80 سال سابقه داره. آخه این گوسفند ها نمیفهمن که اصلا این آتش بس، این روند صلح شارلاتان بازیه 80 سال است. خب یه عده گوساله هم مثل که تو ایران که نمیفهمن بعد از 80 سال هنوزم نفهمیدن که کلمه آتش بس و روند صلح یک کلک اروپا و امریکا و اسرائیل در 80 سال گذشته بوده. آخه یعنی چی این حرف؟ بابا یک کشور 3000 خورده سال سابقه داره، تاریخ داره، همه چی داره. همه اینا رو میدونیم که روم دلمون خوشه که نمیدونم ما 200 تا موشک فرستادیم، 70 تاش هم اصلا به چیز خورده. یک و دو دهم میلیارد دلار خرج کردیم، 600 تا موشک از دست دادیم. دلمون خوشه که از این
موشک‌ها 70 تا هم از این نمیدونم سپرهای آهنی اسرائیل گذشته. اوکی گذشته، به کجا خورده؟ چند نفر کشته شده؟ چه خراب شده؟ اسرائیل دقیقا میگه من چی کار کردم، میگه هنیه رو کشتم، میگه رئیسی رو کشتم، میگه آقای چی بدونم نصرالله رو کشتم، میگه تمام رهبرهای تراز اول حزب الله رو کشتم، تمام رهبرهای تراز اول حماس رو کشتم. اسم میبره، میگه این سردارهای سپاه رو کشتم. جمهوری اسلامی چهار تا اسم به من بده. آقا همینجور زدیم کشتیم، 70 تا موشک رفت. حرف؟ آقا به من بگو چی کار کردی، کی رو کشتی، کدوم کاخ ساختون رو از بین بردی، چه چیزی رو از اسرائیل گرفتی؟ هیچ. این که نمیشه که. اسرائیل وقتی میزنه میگه من زدم، اینم نتیجهش، اینم آدمش، اینم اسمش، اینم شغلش. خب اینا نمیتونه بگه، همش دارن جیغ و داد میکنن، تمام رجزخانیه، همش رجزخانیه. متاسفانه این رجزخانی، یاد باشه تو ایران نیروهای نظامی رجزخان هیچ وقت نبودن، رجزخانی مال آخونداست. اصلا تو سیستم آخوند ما رجزخانی داریم و متاسفانه این سیستم آخوندی خودش رو وارد نیروهای نظامی کشور کرده. بخشی از نیروهای نظامی هم رجزخان شده. من پریروز در یک مصاحبه دیگری گفتم با آقای سلامی، گفتم آقای سلامی اینقدر رجز نخون، خفه شو، آخه مرد حسابی، تو قرار نیست اصلا رجز بخونی، تو اصلا قرار نیست بگی من میزنم، تو باید بری بزنی بعد بگی زدم، نه اینکه از قبل بگی من میزنم. رجز نخونید، دهنتون رو ببندید، زیپ کنید. آخه من نمیفهمم این چه نیرویه، این چه ارتشیه، این چه وضعیتی ایجاد شده، کیا اونجان که این رجزخانی رو درون ارتش کشور بردن؟ این درست نیست اینا. بنده میگم آقا شما میخواید بزنی؟ همین الان زدن، اومدن دارن رجزخانی میکنن. وزارت دفاع میگه ما ممکنه جواب بدیم اگه اونا جواب بدن. وزارت ارتش میگه نه خیلی با تیکه پاره میکنیم. آقای فلانی میگه ما فلان. میگم آقا بشینید هیچی نگید، ببینید داره میزنه یا نه، اگه زد جواب بدید یا ندید. از قبل نگید ما میزنیم یا نمیزنیم یا ممکنه بزنیم. خفشید بابا، خفشید. شما 90 میلیون انسان در ایران زیر باد شما، اینا در پناه شما، اینا تمام امیدشون شماست. چرا شما این کارا رو میکنید؟ یه ذره هماهنگ کنید با آقای خامنه ای، هماهنگ حداقل بکنید، بگید آقا چی کار کنیم. بنده میگم آقا الان زدی، حالا هر چی شده. بنده هم عرض کردم خیلی هم افتخار میکنم به نیروهای نظامیمون، به موشکامون که ساخت ایرانن، که بچه های ایرانن، که شجاعت به خرج میدن. اما من میگم آقایون بایستید، شما الان زدید، اسرائیل داره میگه من حتما میزنم، زیب کنید، هیچ نکنید. ببین اسرائیل داره چه کار میکنه، تو اگه بگی که من میزنم که اونو نمیترسونه کیه. اگه اسرائیل بخواد بزنه که از این رجز خونید که نمیترسه. تو زیب کن، ببین اسرائیل داره چه کار میکنه. اگر اسرائیل زد، اون وقت برید پیش آقای خامنه‌ای بگو آقا اسرائیل جواب داده، زده، چه کار کنیم. یک دونه همه هماهنگ با هم میگن آقا، تصمیم میگیرن خصوصی، نه اینکه به دنیا بگن، میگن آقا ما میزنیم یا نمیزنیم فرق نمیکنه، ولی جار و جنجال را نندازید. اون وقتی تصمیمی بگیرید، الان وقتی این نیست که رجز بخونید. آخ من نمیفهمم این چه جور ارتشه، این چه جور برنامه است، کی داره اینا رو هماهنگ و اینا رو هدایت میکنه. حالا یه نکته هست دکتر، اگر بشه اینم در حالا انتهای برنامه در باید صحبت کرد. به هر حال الان یه حمله موشکی اتفاق افتاد، من دیدم دقایق پیش نتانیاهو هم داره صحبت میکنه و
یک جمله گفت، گفتش که من ابدیت رو برای اسرائیل تضمین میکنم و تلبیه ایران هم تهدید کرد که پاسخ ایران هم خواهد داد. میخواستم بدونم حالا وضعیت منطقه در این شرایط به چه شکلی داره پیش میره. اینم بگم حالا خبری که چند دقیقه پیش منتشر شد مبنی بر اینکه اسرائیل در تلاش بود زمینی وارد خاک لبنان بشه و اونجا نیروهای حزب الله در کمین بودن و تونستن 8 نفر از نیروهای اسرائیلی رو اونجا جونشون رو بگیرن و تعداد زیادی هم زخمی به جا بذارن و این چیزی بود که خود اسرائیل رسما اعلام کرد. من قبل از اینکه فراموش کنم یه چیزی بهتون بگم. من در همون شروع این دعوا با بین حماس و اسرائیل 7 اکتبر یک حرف مهم زدم، من اعتقاد دارم مهم بود، گفتم این شروع دعوا بین خیابانها و کاخهاست. نمیدونم یادت هست یا نه، فکر کنم تو برنامه خودت شما هم گفتم، گفتم تو این دعوا خیابانها یه طرف هست و کاخها طرف دیگه. کاخها یعنی چی؟ همین دولتها از امریکا بگیر تا پایین. و من یه چیزی دیگه هم گفتم، گفتم در کوتاه مدت خیابون ها میبازن، کاخ ها میبرن، ولی در دراز مدت خیابون ها میبرن، برای اینکه موندگاری خیابون ها خیلی بیشتر از کاخ هاست. بنابراین من اعتقاد دارم و هنوزم دارم که اسرائیل نمیتونه این جنبش فلسطین و جنبش های منطقه‌ای رو از بین ببره در کوتاه مدت، اما به اینا سلاماتی میزنه که خارق العاده خواهد بود و هنوزم داره میزنه، اما در دراز مدت این خیابون ها بر میگردن و همینجور که همین الان گفتی حزب الله جلوی اسرائیل برای ورود به لبنان وایستاده. تازه این شروعه، شما هرچی بیشتر بمونی بیشتر اینا رو میبینی. در زمان جنگ ویتنام و امریکا، هوشیمین رهبر ویتنام به امریکایی‌ها میگفت احمق‌ها، شما هر ویتکونگی رو که میکشید 10 تا ویتکونگ زاده میشه، شما هرگز نمیتونید ویتکونگ رو از بین ببرید، برای اینکه ویتکونگ یک جسم نیست، ویتکونگ یک کمیتمنت، یک تعهد، یک فکر، یک جریان عظیمه. الان هم همینه، این اسرائیلی های احمق فکر میکنن با کشتن نصرالله و حنیه و امثال هم مسئله حل شده. نه، هر کدوم از اینا بمیرن حنیه ها به عرض کنم که نصرالله های دیگری ظاهر میشن و اما متاسفانه دراز مدت تره، نه در وسط اول کار. به هر حال اینم میخواستم بهت بگم و من انتظار دارم که این نیروها واقعا صدمه بزنن به اسرائیل. اینجور به این سادگی هم نیست، اما متاسفانه در کوتاه مدت جمهوری اسلامی متوجه نیست داره چه کار میکنه. این کوتاه مدته که الان داره صدمه میزنه و اینجاست که امریکا داره به اصطلاح کنترل میکنه جمهوری اسلامی رو، سرش کلا میذاره با قول خودشون بشمیدی و بعد میره از حنیه به نصرالله و بقیه رو میکشه. به هر حال اینکه جناب دکتر، حالا میدونیم که حالا اسرائیل نیروی نیابتی آمریکا و غرب محسوب میشه در منطقه و یک جور کشور پادگانی در محسوب میشه، اما خب میگم حالا دقایق پیش نتانیاهو صحبت کرده و تهدید کرده ایرانو، بسیار از رسانه‌های عبری هم دارن میگن اسرائیل میزنه، احتمالاً حالا یه سری میگن نیروگاه ها رو میزنه، یه سری میگن زیرساخت ها رو میزنه و این از این صحبت ها میکنن. چقدر احتمال میدید حالا پاسخ اسرائیل به گونه ای باشه که دوباره ایران مجبور بشه پاسخ بده و یک وارد یک جنگ، در وارد یک جنگ هستیم، در یک وضعیت جنگی هستیم، اما این تشدید بشه، این جنگ از نظر عمودی تشدید بشه و یک کنش و واکنش ببینیم از این دو کشور که اسرائیل بزنه و بعد ایران بزنه و متقابلا این اتفاق مرتبا تکرار بشه؟ اول من حرف آخر رو اول بزنم، با کمال تأسف باید بگم با توجه به همه شرایط که تو ایران هست و در منطقه و در اسرائیل، جمهوری اسلامی حریف اسرائیل نیست. جمهوری اسلامی حریف اسرائیل نیست. اسرائیل خودش
بیش از این جمهوری اسلامی موشک و پدافندهای دفاعی و نمیدونم بمب و نمیدونم هر چی بخوای داره دیگه، F-16 و F-32 و هر چی بخوای داره. جمهوری اسلامی نداره، یه سری نیابتی داره که اکثر اینا رو هم که رهبراشون باشن و کشتن. جمهوری اسلامی بنابراین حریف در کوتاه مدت حریف اسرائیل نیست. فقط و فقط و فقط یک راه جمهوری اسلامی داره بمب بسازه، که اینم جمهوری اسلامی گوش نمیده، میگه بمب حرامه از این بازی ها. حالا و اما یه نکته بگم، اولا اسرائیل حتما حمله میکنه، دوم حملش این دفعه خیلی تخریب کننده تر خواهد بود. به احتمال زیادی اگر نکنز و نزنه، حداقل جاهایی رو که خیلی نزدیک به اون جریان هست تو اصفهان و این بر اون بر رو اینا خواهند زد. جمهوری اسلامی جواب میتونه بده؟ بده، اثری نخواهد داشت. یعنی این تو بزن من بزن در هر مرحله‌ای بیشتر به نفع اسرائیل و کمتر به نفع ایرانه. یعنی اسرائیل هرچی بیشتر تخریب میکنه، جمهوری اسلامی فقط نمایشی جواب میده. ببینید شما خوب دقت کنید، ارتش ایران داره میگه، فکر کنم تو اطلاعیه وزارت دفاعه، که میگه خوب دقت کنید، که میگه ما میتونستیم زیر ساختای اقتصادی و نمیدونم چیزایی زیر بنای اسرائیل رو غیر نظامیان و اینجا. آره، ولی نزدیم. مرد حسابی، اسرائیل باید چه کار بکنه با تو که تو اونو نزنی؟ این بحث خیلی جالبیه جناب دکتر. من فکر کنم یکی دوتا برنامه هم در رابطه با این مسئله تو هم خیلی دوست دارن اخلاق و نگه دارن تو این وضعیتی که اسرائیل، یعنی خط قرمزی نبوده که ازش رد نشده باشه دیگه، با بالای 17,000 کودک رو زده کشته، که حالا کودکان لبنانی هم داره بهشون اضافه میشه، یعنی 1500 لبنانی در همین یک هفته اخیر حالا علاوه بر اون انفجار پیجرها دارن کشته میشن. شما تعجب نکنید که حداقل 20,000 نفر در لبنان هم کشته میشن. من وقتی که 7 اکتبر شد، همون روزش توی کلاب هاست همه شاهدن، گفتم اسرائیل حداقل بین 40,000 تا 50,000 نفر از فلسطینی ها رو به خاطر این 7 اکتبر میکشه. اینن جملهشو گفتم. الانم با شما بگم، شما هیچ سورپریز نشید، غافلگیر نشید، اگر چند وقت دیگه شنیدید که هم اکنون 20,000 نفر رو کشتن، سورپریز نشید. ببینید اینا اومدن. یک چیزی دیگه هم گفتم در همون صحبت‌های قبل گذاشتم، گفتم وقتی نتانیاهو اومد توی کنگره امریکا سخنرانی کرد، بعد رفت با این بزرگان دست راستی امریکا شروع کرد به حرف زدن، به یه نتیجه رسیدن. اسرائیل به امریکایی‌ها قبولوند که این دعوا دیگه مثل دعواهای گذشته نیست، دعوای مرگ و زندگیه، یا باید اسرائیل بمیره یا دشمناش. خوب دقت کنید، اینو قبلا گفتم، من اعتقاد دارم الان تفکر اسرائیل اینه که من که نمیتونم بمیرم، پس باید اونا بمیرن. و این جریان ادامه پیدا خواهد کرد. این جریان این نیست که آقای وزیر دفاع ما بگه ما میتونستیم زیربناهای اقتصادیشو بزنیم ولی نزدیم. بابا اون داره زیربناهای انسانی تو میزنه. از کی انسان کمتر ارزش داشته تا اقتصاد؟ بابا اون داره نیروهای نظامی تو، سرتیپات و سرلشکرات رو میکشه. آقای وزیر دفاع، تو داری میگی ما سیستم های اقتصادی رو میتونستیم بزنیم نزدیم؟ چی رو زدی؟ کدوم فرمانده ارتش رو زدی؟ کدوم فرمانده موساد رو زدی؟ عزیز من، اسرائیل در یک جنگ مرگ و زندگیه، داره انسان ها تو میکشه. تو داری صحبت از اقتصاد رو بزنم یا نزنم؟ بچه بازی نیستی نه؟ کوته نظرانه نیستی نه؟ میدونی چرا این حرف رو میزنه؟ برای اینکه به اسرائیل داره غیر مستقیم پیام میده تو رو خدای وقت نکنه زیربناهای ما رو بزنی. دقیقا دقیقا پیام اینه. وزیر دفاع داره به اسرائیل میگه تو رو خدا آقا نکنه بس زیربناهای ما رو بزنی.
یا اقتصاد ما رو بزنی. ما نزدیم ها، تو نزن. انگار که دارن دوتا بچه توی کوچه با هم گردو بازی میکنن. ما تو کوچه گردو بازی هم که میکردیم جدیتر از این بودیم. اصلا که آستان گردو بازیه بچه ها تو کوچه است. طرف وزیر دفاعه میاد همچه حرفی میزنه، بعد رئیس ارتشش چیز دیگه میگه، فرمانده کل نیروهای نظامیش چیز دیگه، آقای باقری چیز دیگه میگه، همینجوری. اصلا خیلی وضعیت عجیبی. حالا ما میگم چندی پیش در همین برنامه حالا صحبت از هم جنگ میان اسرائیل و لبنان و اون موقع حسن نصرالله هم اتفاقا زنده بود. خیلی عجیبه. یعنی فقط به مسئله ایران هم نیست، حتی مثلا متحدین ایران، مثلا حزب الله لبنان، خب به اعتراف خود رئیس سازمان سیا 1500 تا موشک بالستیک داره، موشکایی داره که میتونه مستقیما برجای تل آویو رو بیاره پایین، اما مرتبا سایت های نظامی رو داره میزنه. با توجه میبینیم که طرف مقابل هیچ، به قول معروف، هیچ خط قرمزی رو باقی نذاشته، یعنی تپه پاکیزه از خودش باقی نذاشته. اونا انسان های ما رو میزنن، رهبرای ما رو میزنن، ما ساختموناشونو میزنیم. خوب دقت کن دارم چی میگم. ببین فاجعه کجاست. اونا دارن انسان های ما رو میکشن، ما داریم ساختموناشونو میکشیم. حد اکثر این شد دعوا، این شد تناسب، این شد پروپورشنالیتی، چی شده؟ به هر حال من نتیجه‌ای که میخوام از این جریان بگیرم با شما اینه که متاسفانه در یه سطحی ما دچار یک وضعیت شاه سلطان حسینی شدیم و این باعث شده که نیروهای نظامی کشور فشل بشن، چند دسته بشن، حرفای متناقض بزنن و بعد هیچ نتیجه‌ای هم از اون چیزی که باید بگیرن نمیگیرن. بسیار بسیار برای امنیت کشور، برای تمامیت ارضی کشور، برای عزت کشور خطرناک. من نمیدونم کی باید پاسخگو باشه که من سر من کلا گذاشتن. آخه یعنی چی؟ آخه این کیه که سرش کلا میره؟ کسی که سرش کلا میره چرا اصلا باید در جایگاهی باشه که بره حرف بزنه و سرش کلا بره؟ من نمیفهمم یعنی چی. ما شوخی گرفتیم. 90 میلیون انسان ایرانی امیدشون به همین نیروهای نظامیه، به همین نیروهای سیاسیه. و تو که سرت به این سادگی کلا میره، تو که به این سادگی فشل بازی در میاری، مردم باید چیکار کنند؟ الان تو تمام مرزهای ایران در بلوچستان عملا یه جنگه، در مرزهای ایران و بلوچستان. بله، مرتب دارن آدم کشی میشه. شوخی نداریم. متاسفانه تو ایران همه چیز شوخی شده، به چیزی میگن و در میرن. برحال من آخرین نکتم هم اینه، با افتخار بگم من در این 6 ماه گذشته از وقتی که مخصوصا رئیسی کشته شد، من اعتقاد دارم کشته شد، حالا کار ندارم، تا الان من با آقای خامنه‌ای بهترین مشاورت ها رو دادم. تمام حرفایی رو که مشاورت هایی که با آقای خامنه‌ای دادم، نقطه به نقطه، مو به مو، 100% درست بودن. من اینو در یه دونه صحبت دیروز پریروز با یه نفر دیگه گفتم، بعد امروز هم در کلاب هاس دوباره یادآوری میکنم با آقای خامنه ای که من به چی گفتم، گوش ندادی بعد چی شد. متاسفانه در ایران خائن و خدمتکار همیشه جاشون عوض میشه. این دفعه هم همینه. متاسفم. بسیار ممنونم از شما جناب دکتر امیر احمدی که میدونم از نظر سلامتی هنوز بهبودی کامل به دست نیاوردید، اما اینکه زحمت کشیدید و حضور پیدا کردید در برنامه، بسیار ممنون و سپاسگزارم از شما و همچنین از همه بینندگان عزیز که تا این لحظه با ما همراه بودن. از شما هم بسیار ممنونم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار. خدا حافظ.